این یک سبب نداره، به نظر من دارای چند سببه. یک، در هر صورت جامعه ما جامعه مذهبی است، ایرانی ایرانی مذهبیه و تفکر شیعی از دوران صفویه اینها 400 سال میشه گفت در جامعه ما تفکر شیعی است. رهبری شیعی هم با روحانیت، روحانیت هم در جامعه ما اون روز از احترام خاصی برخوردار بود. یه روحانی به هر کجا میرفت هم مورد احترام بود، حرفش، تأثیرش، چون تقریبا هم حرفاشون با عملاشون تطبیق میکرد. این از این، این یه عامل خود بافت جمعی چیز ما. مسئله بعدی، چون من خودم با آیت الله خمینی خیلی جلسات مختلف دو نفره سه نفره زیاد داشتم، به نظر من یه انسان ژنی بود، یه انسان معمولی، اصلا قابل مقایسه با بقیه نبود در تیزهوشیش، در خیلی هم آینده نگر بود، یعنی جلو رو مثل اینکه خوب میدید، جرأت و جسارت هم خیلی خوب داشت، اینو ما باید قبول بکنیم. جرأت و جسارتی که ایشون داشت هیچ یک از رهبران ملی در گذشته نداشتن که بتونن این حرفو که ایشون اونجا زد، چه اونایی که تو پاریس زد. چون میدونید درسته که اوج صحبت‌ها و محبوبیت‌هایی که برای آقای خمینی درست شد توسط مبارزین روشنفکر بود، مرحوم قطب‌زاده یکی از کسانی بود که اولین بار اون مصاحبه آقا رو با لباس تبدیل خبرنگار لوموند برد در بغداد زیر فشارهای اطلاعاتی شدید در نجف و اون مصاحبه رو کرد. اون مصاحبه که منتشر شد، این خمینی در جهان اون روز معروف شد و بعدم مصاحبه ها و صحبت های دیگرش. اون روز هم نقش اساسی رو باز روشنفکرها داشتن، یعنی کسانی که دور آقای خمینی بودند مجموعه رو هدایت میکردن، چه آقای دکتر یزدی نقش بسیار مؤثری داشت در ترجمه، در تحلیل های سیاسی، و آقای خمینی هم در مشورت ها اینجور که خود آقای دکتر یزدی میگن مورد مسائل رو که با ایشون مشورت میکرد مورد عمل هم قرار میداد. پس یکیش هم عامل شخصیتی خود ایشون بود، خیلی جسارت داشت، خیلی جرأت داشت، تیزبین بود. دوم هم اینه که اونا یک گروه متشکل بودن، درسته که حزب نبودن ولی به معنی واقعی روحانیت یه تشکل واقعی بود که این تشکل دقیقاً از قوی ترین احزاب عمل میکرد. چون شما دستور تشکیلاتی رو روی حزب باید یا سازماندهی کرده باشی، سلسله مراتب تشکیلاتی باشی، یه کاری رو میخوای بکنی دستور میدی، یا اینکه اعتقاد باید باشه. در اینا اعتقاد بود. وقتی که میگفتن آقای خمینی فلان چیز داده، بدون چونه چرا همه اجرا میکردن، نه کسی نمیگفت. این کم قدرتی نمیشد که. اون وقت از نظر تشکیلاتی هم روحانیت در تمام بلاد، در کور روستاها نقش داشت. من یادمه هنوز آقای خمینی که نبود، ما حرکت‌های چهلم و چیز و اینها رو جز اونهایی بودیم که ما تدارک میدیدیم که مثلا قم برگزار بشه به خاطر تبریز، تبریز برگزار بشه. چه سه روحانی شاخص اون روز، آیت الله شریعت مدار بود، آیت الله گروپایگانی بود، آیت الله نجفی بود، که از همه اینا قوی تر آیت الله شریعت مداری الحق و الانصاف عمل میکرد. منم چون وسیله بودم، یکی از کسانی بودیم که شبانه میرفتیم و چیز میکردیم که اینا یه اعلامیه مشترک بدن. دادم با آقای صدر حاج جوادی، پلیس هم قم رو محاصره کرد و از رو پشتمون حرکت میکردیم تا رفتیم خونه
آقای شریعت مداری و اینها. مثلا فرض بفرمایید که 5 روز مونده بود به مراسمی که میخواستیم برای تبریز برگزار کنیم یا برای یزد، حالا یادم نیست، ماهی به عنوان یه آدم تشکیلاتی جوش میخوردیم که چرا شما دستور رو نمیدید. آقا میخوام بگیم تمام ایران تعطیل کنه، این یه کار ساده ای نیست که. آقای عباسی که داماد آقای شریعت باداری بود گفت شما قصدش نخورید. بعد او که برای من توضیح داد، من دیدم عیناً سیستمای تشکیلاتی حزب که به صورت خوشه‌ای یا شاخه‌ای هست اونا دارن. گفت ما 30 تا تلفن داریم، به 30 نفر تلفن میکنیم، اونا هر کدوم 5 تا زیر مجموعه دارن، هر کدوم از اونا 10 تا زیر مجموعه دارن، به فاصله 24 ساعت یه دستور، چون اون موقع اینا امکانات نبود که، گفت به فاصله 24 ساعت دستور آقا منتشر میشه. یه همچین نظمه، اینا رو باید واقعیت هاییست، باید قبول داشته باشن روشن فکر ها. یک تشکیلات بودن و منتها روحانیت، به نام روحانیت، ما تو خودشون ممکن بود اختلافاتی داشته باشن ولی در مقابل دیگران منسجم بودن. این بعد تشکیلاتی نبود، تشکیلات بود، رهبری بود، رهبری از کاریزماتیک بالایی برخوردار بود، جسارت داشت، جرأت داشت، خب پیروزی انقلاب رو دستش گرفت. به نظر من روشنفکرها باید قبول بکنند که ما همه نوع مبارزه رو کردیم برای سقوط شاه، موفق نشدیم دیگه. آخرین گروه مبارزات، مبارزات مسلحانه بود دیگه، هم گروه های مختلف مبارزه مسلحانه داشتن، موحدین بودند، غیر از مجاهدین که جدا شده از چیز بودن، یه عده ای از مؤتلفه بودن، اونا جدا بودن، گروه های مختلف مبارزه مسلحانه داشتن ولی موفق نشدن در سقوط شاه. ولی بالاخره وقتی روحانیت آقای خمینی پا رو در میون گذاشت، موفق شد.